امیر جاهد متولد 1375 خورشیدی در تهران هست و از شاعران و تصنیف‌سازان بسیار مهم در ایران به شمار میره. تصنیف‌هاش با موضوعات میهنی، اجتماعی، عشقی، سیاسی و فلسفی هست و هم شعر از خودشه و هم ملودی ها. مجموعه این تصنیف‌ها با عنوان دیوان امیر جاهد در دو جلد به چاپ رسیده که جلد اول در سال 1333 همراه با نوت‌ها هست و مقدماتی در مورد خود امیر جاهد و زندگیش و برخی از هنرمندان که باشون همکاری داشته. جلد دوم در سال 1349 تب میشه. این مجموعه تصانیف هلوهوش 100 تصنیف و سرود هستند. او تحصیلات ابتدایی خودش رو در مکتب خانه شمس در گذر شیخ صفی الدین به اتمام رسوند. بعد به مدرسه علمیه در خیابان شنی تهران رفت و نهایتاً در دارالفنون تحصیلات خودش رو تکمیل کرد و تا ابتدای جنگ جهانی اول در روزنامه‌های رسمی ایران و برخی جرایت به فعالیت روزنامه نگاری پرداخت. در سال 1305 سالنامه پارس رو منتشر کرد که 28 سال تداوم یافت. در سفری که به غرب ایران داشت توسط قضاان روس دستگیر شد و بعد از مدت آزاد شد. در سال 1299 به استخدام مجلس شورای ملی در اومد و به عنوان دبیر انجمن اشاعه و اطلاع موسیقی مدتی کار کرد و همچنین به عنوان رئیس دوره شبانه هنرستان موسیقی فعالیت کرد. در سال 1308 مجموعه صفحاتی از آثارش با نوازندگی و هنرمندی ارسلان درگاهی و مرتضی خان میداوود و آواز بسیار زیبای قمر ملوک وزیری در صفحات 782 ضبط شد. از جمله این تصنیف‌های ضبط شده کشور دل در دشتی، جان من در شور، امان از این دل که داد، در سگاه، به گردش فروردین که به یاد فرویش خان این رو ساخته بود، در ماهور، در بهار امید، در افشاری، هزار دستان به چمن، در چهارگاه، امان ز هجر رخ یار، در ابوعطا، بهار است و هنگام گشت، در بیات ترک و نرگس مست در شور. او در سال 1356 در تهران در سن 81 سالگی درگذشت.